این هفته نسل پنجم شبکه موبایل با اینترنت فوق سریع، گاوهای متصل به اینترنت و آخر دنیا. در طول شبانه روز که ما از گوشیامون استفاده میکنیم، گوشیمون به یک همچین آنتنهایی متصل میشه. این آنتنها به گوشیمون تماس تلفنی، پیامک و داده میفرسته و گوشیهای اطراف این آنتن هم بهش تماس تلفنی، پیامک و داده ارسال میکنه. هر کدوم از این آنتنها به کاربران دور و برش که صدها میشند متصلن، بنابراین اگه این تعداد افزایش پیدا کنند، بار روی این آنتنها انقدر زیاد میشه که ارتباط کند خواهد شد. اما این در روی این پاشنه همیشه نخواهد چرخید، اوضاع قرار عوض بشه. شبکه بعدی موبایل، یعنی نسل پنجم شبکه موبایل که بهش میگیم 5G، با نسلهای قبلی که تا حالا تجربه کردیم خیلی فرق داره. 1G was about the analog phone. 1G در این حد بود که دو تا تلفن آنالوگ به هم زنگ بزنن. شبکه 2G پیامک و پیام صوتی هم داشت. 3G که همزمان با گوشی‌های هوشمند اومد، میشد باهاش به اینترنت وصل شد با پهنای باند زیاد. 4G که از حدود 10 سال پیش راه افتاد، عملاً همین کارها رو می‌کرد ولی سریع‌تر. اما 5G مثل این میمونه که از زمین بریم مریخ. اینجوری نیست که فقط سریع‌تر باشه. اساساً یه دنیای دیگه است. دنیایی که توش همه چی به هم وصله و ماشین‌ها با هم و با شما صحبت می‌کنن. نسل‌های قبلی همه‌اش تمام در مورد برودبند و کامیونیکیشن و مخابرات بین مردم بود. نسل پنجم یا 5G نه تنها مخابرات بین مردم هست و برودبند و اینترنت، بیشتر مخابرات بین سیستم‌های ربات و بیشتر به خاطر اینکه افیشنسی بیشتر این شرکت‌ها بهتر و بهتر بشه. برای اینکه این اتفاق بیفته تعداد زیادی آنتن لازمه. باید همه جا آنتن نصب بشه. روی تیر چراغ برق، روی ساختمون‌ها و هر جا که فکرشو بکنید یک آنتن هم خواهد داشت. علتش اینه که میلیاردها وسیله جدید در دنیا هست که قراره به این شبکه وصل بشن و همه این وسایل قراره بتونن با هم ارتباط داشته باشن و با هم کار کنند و زندگی ما رو آسون تر کنند. اونقدر که الان تصورشون نمی کنن. TV off, lights off. با 5G شما میتونی مصرف انرژی خونه هوشمندت رو کنترل کنی. میتونی یخچالت رو جوری تنظیم کنی که خودش خوراکی‌هایی که لازم داری رو سفارش بده. و یه ماشین بدون راننده سفارش شما رو تحویل میده. یا ماشین ظرفشویی شما خودش تصمیم میگیره که کی باید ظرف‌ها رو بشوره. ماشین لباسشویی میفهمه کی باید لباس‌ها رو بشوره. الان همه این کارها رو ماشین میکنه، ولی ما بهش میگیم. در دنیای 5G همین ماشین‌ها میتونن تصمیم بگیرن مستقیم با ما یا با ماشین‌های دیگه ارتباط برقرار کنن. ماشین‌ها با هم ارتباط برقرار می‌کنن که فعالیت آدم‌ها رو تسهیل و تنظیم کنن. وقتی با ماشینتون توی خیابون میرین، ماشین در حال حرکت با هر حسگر دیگه‌ای که سر راهشه ارتباط برقرار می‌کنه. وقتی از جلوی یه ساختمون رد میشه، وقتی از کنار یه دوچرخه سوار می‌گذره، اطلاعات چراغ راهنمایی 3-4 راه اونورتر رو که شما اصلاً نمی‌بینی، ماشین شما دریافت می‌کنه. همه چی روان و بدون وقفه خواهد بود. این قسمت اتوماسیون هنوز کامل نشده. اینا قسمت موبایل برودبند کامل شده و امسال تابستون امسال تلفن‌های 5G رو می‌بینیم که تو مارکت میاد و مردم میتونن استفاده بکنن و به صورت موبایل برودبند. قسمت خودکار بودن و بهش میگن اولترا ریلایبل و لو لیتنسی کامیونیکیشن، یعنی ریلایبلیتی خیلی بد بد بالا باشه و تقریبا تأخیر توی مخابرات خیلی باید کم باشه و مهمتر از کم بودن تأخیر در زمانی که مثلا شما یه فرمان میدید به یه ماشین، به یه ربات و
اون ربات باید یک کار بکنه. اینا مثلا میتونه یک ماشین باشه تو خیابون موتوی باشه که داره مثلا سرعت 160 مایل در ساعت میره و اون دیلی لایه لیتنسی بهش میگن، اون باید تقریبا تضمین بشه که مثلا بگه 1 میلی سکند بعد باشه، بعد 99.999% وقتا همون 1 میلی سکند باشه، چون ربات ها ماشین ها تأخیر رو نمیفهمن. انسان میفهمه، انسان میتونه تحمل بکنه، ولی چیزایی که ربات ها این چیز هست، این چیزها رو نمیشه طراحی کرد که تأخیر رو بفهمن. مهم اینه که وقتی یک وسیله با سرعت از یک آنتن قطع میشه و به یک آنتن دیگر وصل میشه، خط ارتباطی مطمئن و ثابت باشه. حالا این با سرعت یعنی چقدر سریع؟ اینقدر. این منطقه آزمایشی 5G در میلبروکه. یکی از چیزهایی که اینجا آزمایش میکنن اینه که آنتن 5G چقدر سریع یک شی در حال حرکت رو دنبال میکنه. اون آنتن فرد داخل خود رو هم شی در حال حرکت. ایشون داره به طور زنده مکالمه تصویری میکنه که اگه سرعتت زیاد باشه واقعا کار سختیه. وقتی با سرعت 220 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنی، هر آنتن فقط 4 ثانیه به هاتسپات 5G وصله. در نتیجه هر آنتن باید یک خط مستقیم به خود رو بکشه و بعد از 4 ثانیه بدونی که معلوم بشه و بدونی که وقفه‌ای در ارسال تصویر پیش بیاد، ارتباط رو تحویل بده به آنتن بعدی. با این نوع فناوری که بلو وایرلس داره اینجا آزمایش میکنه، قطارهای تند رو میتونن به شبکه 5G وصل بشن و مسافرهای توی قطار اینترنت خیلی سریع داشته باشن. برای اینکه همین محدودیه کوچیک رو پوشش بدن، 11 تا آنتن نصب کردن. بنابراین اگر قرار باشه همه بریتانیا 5G داشته باشه، تعداد بسیار زیادی از اینها لازم خواهد بود. زیر ساختی که باید برای این شبکه فراهم بشه واقعا عظیمه و همه جای دنیا دارن با ابعاد مختلف این پروژه سر و کله میزنند. در آمریکا شرکت ورایزون داره در شهرهای مختلف آزمایش میکنه، البته در محدودهای کوچیک. سرعت شبکه وقتی درست کار میکنه واقعا بالاست، ولی ظاهرا مشکلاتی هم دارن که باید به مرور حل بشه. احتمالاً اولین جاهایی که 5G واقعا راه میفته چین و کره جنوبیه. اما در مورد جمعیت غیر شهرنشین چی؟ جین کوپسک گزارش در مورد تاثیر 5G بر مناطق غیر شهری بریتانیا داشته که موضوع رو کمی روشن‌تر میکنه. در این کنج دنج و دست نخورده بریتانیا پرنده ها سرخوش میخونن و گاف ها بیخیال میچرن. اما اگه کمی نزدیک بشین و دقت کنین، میبینین که این گاف ها با گاف های عادی خیلی فرق دارن. در واقع بخشی از یک آزمایش منحصر به فردن. این دامداری در سامرست یکی از اولین جاهایی که 5G آزمایش میشه. به گاف ها حسگر وصل کردن. داده هایی که از این حسگرها به دست میاد فرستاده میشه به کلاود و از اونجا به صاحب دامداری که بر مبنای داده ها برای دامش تصمیم بگیره. تقریبا هر آنچه در این دامداری انجام میشه میتونه خودکار بشه. گاف ها با صبر و حوصله صف کشیدن که ربات شیرشون رو بدوشه. در این سیستم هر گاو میتونه انتخاب کنه چند بار در روز و چه موقعی دوشیده بشه. ربات میزان شیری که از هر گاو دوشیده میشه اندازه میگیره و میتونه حساسیت دوشیدن رو هم متناسب با اون تنظیم کنه. در این دامداری گاوها هر وقت میخوان میان و میرن. آدم ها عملا کاری به کارشون ندارن. یکی از گاوها داره میره ماساژ. خوراک دامها رو هم دستگاه میده. چیزای دیگه هم هست. حتی یه ربات دارن که فضولات دامها رو جمع میکنه و میریزه توی این کانال ها که کارش سر و صدا ایجاد نکنه و مزاحم گاوها نشه. مدیر این دامداری دانکن فوربزه. برای این پروژه با شرکت سیسکو کار میکنه. این پروژه بخشی از برنامه بریتانیا برای توسعه شبکه 5G در مناطق روستاییه. این دامداری رو انتخاب کردن که ببینن چطور میشه با 5G داده های مختلف مربوط به یک گله گاو رو یک جا جمع کرد و به کار گرفت. به خاطر لتنسی پایین و وسعت محدودهی که 5G پوشش میده، میشه گاوها رو مدام زیر نظر داشت، حتی وقتی در مرتع در حال چرا هستن. به این چه حسگرهایی وصله؟ میشه حسگرها رو دید؟ روی قلادش رو اگه ببینید، یه مربع سیاه کوچیک هست که روش نوشته AFI Milk. اون یکی از حسگرهاشه، فعالیت گاو رو هم رصد میکنه. مثل ساعت هوشمند که ما دستمون میکنیم. آره، ولی این یه کارهای دیگه هم میکنه. مثلا میفهمه گاو کی داره غذا میخوره.
توش یه شیب سنج داره. بنابراین هر وقت سرش رو خم کنه میفهمه. یه دونه سبز هم زیر پوزش داره. آها آره دیدم. اون درهای داخل و خارج ساختمون رو کنترل میکنه. مثل شناسنامه الکترونیکشونه. حسگر سوم توی گوششه. اون دکمه سفید ریز که روی گوششه حسگر رو نگه میداره. فهمیدم. بنابراین این گاف ها بیشتر از گاف های گله های معمولی حسگر دارن. چون در مرحله آزمایشی هستیم، داریم این فناوری و قابلیت اتصال شبکه رو محک میزنیم. اینجا کار اصلی دامداری و از فناوری هم برای بهبود وضع دام استفاده میکنیم. ولی در این حال همه جای مزرعه هم حسگر داریم که رطوبت و دمای خاک رو اندازه بگیریم. رشد علف ها رو هم اندازه میگیریم و به کمک ماهواره یا تصویربرداری هایپر اسپکترال میفهمیم وضعیت علف در مراتعمون چطوره. با این داده ها مثلا میفهمیم که الان لازم نیست اونقدر کود استفاده کنیم. 5G میتونه صنایع کشاورزی رو متحول کنه. مزارع و دامداری ها به هم مرتبط میشن، نه فقط در بریتانیا بلکه در گوشه و کنار دنیا. استانداردکاران این صنعت میتونن شیوه های جدید و روش های بهینه کارشون رو با هم مقایسه کنن. تصور کنین بشه داده های مختلف رو کنار هم گذاشت. نه فقط در مورد اینکه یه گاو توی دامداری سرحاله یا بیماره، بلکه تو دامداری های مختلف در نقاط مختلف. فکر کنین بهره‌وری چقدر بیشتر میشه اگه بتونید ربات ها رو با بهترین شیوهی که در دامداری های دیگه موفق بوده اداره کنین، نه فقط روشی که در دامداری خودتون بلدین. یکی از بزرگترین معضلات کشاورزی در سراسر جهان افزایش جمعیته. به این معنا که تا سال 2050 میلادی باید 70% بیش از اون که در سال 2009 تولید میکردیم تولید کنیم. 70% خیلی زیاده. ضمن اینکه این افزایش تولید باید بدون آسیب اضافی به محیط زیست باشه یا ترجیحاً با آسیب کمتر. یکی از فواید جنبی گسترش شبکه 5G در مناطق غیر شهری اینه که سرعت ارتباطات در این مناطق دگرگون میشه. اتحادیه ملی کشاورزان بریتانیا اخیراً یک نظرسنجی کرده و دیده فقط 17% پاسخ دهندگان از آنتن موبایل بیرون خونشون راضین و فقط 16% اینترنت با سرعت بالا دارن. کشاورزها در این جور مناطق امیدوارن مسئولان رو قانع کنن که اتصال همه بخش‌های کشور به شبکه اینترنت پرسرعت به نفع کل اقتصاده، هرچند که اون مناطق دور افتاده باشن. این هفته قانونگذاران در ایالت نیویورک آمریکا روی لایحه‌ای کار میکنند که بر اساسش پیامک فرستادن موقع عبور از خیابان بر اساس قانون پیشنهادی متخلفان از این امر در نیویورک بین 25 تا 250 دلار جریمه خواهند شد. در بریتانیا پلیس در ولز جنوبی به خاطر استفاده از فناوری تشخیص چهره به چالش قضایی کشیده شده و جنجال‌ها در مورد فعالیت شرکت چینی هواوی همچنان ادامه دارد. پس از اینکه دولت آمریکا هواوی را به فهرست شرکت‌هایی که بدون مجوز نمی‌توانند با شرکت‌های آمریکایی وارد تجارت بشن اضافه کرد، گوگل دسترسی هواوی را به سیستم عامل اندرویدش محدود کرد. در بریتانیا هم نامشخص بودن سرنوشت عملکرد هواوی در این کشور باعث شد شرکت‌های مخابراتی ودافون و ای فروش گوشی‌های همراه هواوی را متوقف کنند. از طرف دیگر شرکت آرم طراح تراشه‌های کامپیوتری هم کار با هواوی را به تعلیق درآورده، اقدامی که میتونه قابلیت هواوی را در تولید تراشه‌ها برای گوشی‌های هوشمندش با مشکل روبرو کنه. دولت آمریکا همچنین هشدار داده که پهپادهای ساخت چین میتونن شرکت‌ها و سازمان‌های آمریکایی را در معرض خطر جاسوسی سایبری قرار بدن. در این هشدار از شرکت مشخص نام بردن نشده، اما آمده که بیشترین تهدید متوجه کسانی است که از پهپادها در کارهای مرتبط به امنیت ملی و زیرساخت‌های کلیدی استفاده می‌کنند. اینستاگرام گفته در مورد بارگذاری اطلاعات تماس نزدیک به 50 میلیون کاربرش در یک بانک اطلاعاتی محافظت نشده تحقیق میکنه. فیسبوک مالک اینستاگرام گفته درز اطلاعات پای یک شرکت مستقر در ممبئی هند وسط کشیده و تحقیقات همچنان جریان دارد. و در آخر یک گزارش سازمان ملل ادعا کرده که دستیاران صوتی زن به کلیشه های مخرب جنسیتی دامن میزنند. این گزارش که با عنوان اگه میتونستم از خجالت سرخ میشدم منتشر شده، از شرکت ها خواسته تا کاری کنند که دستگاه های مثل آمازون ایکو و گوگل هوم از نگاه جنسیتی خونسا به نظر برسند. ایجاد شبکه 5G ابزار و تجهیزات و مخابراتی جدید نیاز داره. ایستگاه‌های مخابراتی باید بیشتر و هوشمندتر بشن. در حال حاضر شبکه‌ترین تجهیزات 5G رو شرکت هواوی چین می‌سازه و این دولت‌های غربی رو نگران کرده.
اینجا مقر اصلی جدید هواوی در شنجن چینه. این فضا اینقدر بزرگه که کارکنان برای اینکه از یک ساختمون به یک ساختمون دیگه برن باید سوار قطار بشن. خبرنگارهای معدودی از این پروژه شبیه دیزنی لند بازدید کردند. پروژه‌ای که کمابیش دست پروردی رن ژنگفی، بنیانگذار شرکت هواوی. ژنگفی رو با استیو جابز مقایسه می‌کنند. او یک کارگاه کوچیک رو به یکی از غول‌های فناوری دنیا تبدیل کرد که 180 هزار نفر توش کار می‌کنند. هواوی بودجه عظیمی رو به پژوهش تخصیص داده و به جایی رسیده که مسئولانش مدعیان 18 ماه از هر شرکت دیگه‌ای که تجهیزات 5G می‌سازه جلوترند. و این جلوتر بودن فقط در سرعت انتقال داده نیست، در حل مشکلاتی که با سرعت بالاتر پیش میاد هم هست. هرچه تجهیزات سریع‌تر میشن، توان بیشتری صرف میکنن و داغ‌تر میشن و باید راه‌های جدیدتری برای خنک کردنشون پیدا کرد. هواوی این سالها خیلی موفق بوده، اما در این حال مشکل جدی هم زیاد داره. بزرگترین مشکلش آمریکاست که عزمش رو جزم کرده باهاش برخورد کنه. ما دشمن رو میشناسیم. دشمن هواویه. دشمن چینه. شک نکنید. همین الان هواوی رو نگاه کنین، شرکتی که به پشتوانه دولت چین سرمایه نامحدود داره. دولت کمونیست چین. و همه این فناوری برای چیه؟ برای جاسوسی سایبری، برای خبرچینی سایبری. کار چینی ها همینه. مشکل هواوی اینه که آقای رن زمانی عضو ارتش آزادی بخش خلق چین بوده و این باعث شده خیلی ها به ارتباط او با حکومت چین مشکوک باشن. دولت آمریکا مصره که هواوی آلت دست حکومت چینه. سال 2017 یک قانون ملی اطلاعات در چین تصویب شد که طبق اون همه شرکت‌های چینی و همه شهروندان چین موظفن که اگر دولت در راستای فعالیت‌های اطلاعاتیش کمکی لازم داشت، کمکش کنند. دولت چین میگه هدف این قانون حفظ امنیت در این کشوره، اما کشورهای دیگه نگرانند که اگر تجهیزات شبکه 5G رو از هواوی بگیرن، حکومت چین امکان سوء استفاده از شبکه رو داشته باشه. در بریتانیا دستگاه‌های اطلاعاتی برای اینکه به دولت کمک کنند که تصمیم بگیره هواوی در راه اندازی شبکه 5G این کشور نقش داشته باشه یا نه، یک واحد ویژه ایجاد کردند که خطرهای احتمالی حضور هواوی رو بررسی کنه. سرپرست این واحد دکتر ایان لویه. شغلش دفاع از بریتانیا در برابر حمله‌های سایبریه. دکتر لوی به ندرت مصاحبه میده. ما ازش پرسیدیم که آیا خطر هواوی بیش از بقیه شرکت‌هایی که کار زیر ساخت شبکه موبایل رو انجام میدن؟ فرض همه این صحبت‌هایی که ما می‌کنیم اینه که حکومت چین می‌خواد به شبکه مخابراتی بریتانیا حمله کنه. کار ما اینه که کارشون رو تا جایی که ممکنه سخت کنیم، بدون در نظر گرفتن اینکه از تجهیزات هواوی استفاده می‌کنیم یا نه. خیلی‌ها معتقدن حکومت چین دنبال اینه که در کشورهای دیگه شنود کنه. اگه بریتانیا راه رو برای حضور هواوی در شبکه 5G باز کنه، آیا این خطر جدی‌تر میشه؟ احتمال شنود ارتباطات روی شبکه 5G فرقی با احتمال شنود روی 4G نداره. هر تبادل اطلاعات مهم دولتی، تجاری، حتی شخصی باید رمزگذاری شده باشه. تمام ارتباطات گوشی هوشمند شما با بانک شما باید رمزگذاری شده باشه که ناچار نباشی به شبکه وایفای یا شبکه مخابرات اعتماد کنی. بنابراین طبق نظر ستاد ارتباطات دولت بریتانیا، خطر شنود که اینقدر در موردش حرف میزنن یه مقدار اغراق شده است. ولی یک خطر دیگه هست که به نظرشون خیلی جدیه. در آینده تمام زیر ساخت‌ها، اقتصاد و به نوعی کل زندگیمون رو کامپیوترهایی اداره می‌کنن که از طریق شبکه 5G با هم مرتبطن. اگر کسی این شبکه رو از کار بندازه چی؟ اگر جنگ‌های آینده رو تصور کنین، قاعدتاً دیگه مثل جنگ جهانی دوم نخواهد بود که نیروهای نظامی متعارف با هم درگیر می‌شدن. جنگ‌های آینده به احتمال بسیار سایبری خواهند بود. یعنی شما می‌تونی یک کشور رو بدون شلیک حتی یک گوله ساقط کنی. بعضی کارشناسان نگرانند که حکومت چین به شرکت هواوی دستور بده در شبکه 5G حفره‌های امنیتی مخفی تعبیه کنه. چون این چیزی می‌تونه کشور رو در برابر حمله سایبری آسیب‌پذیر کنه. و این میتونه پیامدهای فاجعه باری داشته باشه. سناریویی که میخوایم بهتون نشون بدیم بر مبنای اتفاقاتیه که کارشناسان گفتن اگه به شبکه 5G بریتانیا در آینده نچندان دور حمله بشه رخ خواهد داد. I don't know. The station's been shut for nearly an hour. There's no information. No, there are no buses. Oh, it's a nightmare. Looks like we're getting faster than no idea. They're just flicking so quickly. Can you tell me where the trouble is? M11's completely stopped. M1 and M4 are both backing up. And
no accidents? Nothing. You put me through to traffic police. London's ground to a halt. I've got police and ambulances stuck everywhere. National Grid are going to shut things down. It's a total mess. Within the last hour, BBC News has received hundreds of reports of widespread disruptions across the UK, with numerous services being affected. I don't know, it's just flashing. I don't know what's going on, to be honest. It's just not driving. Many roads are blocked after a variety of self-driving systems deactivated. The government is advising only to travel if absolutely necessary. Many shops have had to close due to being unable to take payments after the pay network went down. The ultimate cause of the disruption has yet to be confirmed. Right, what's going on with the feeds? Can we get them back up again? Can we get the feeds back up? They're offline. We're also hearing that the smart grid has been overloaded and power supplies are being hit nationwide. Like everyone is just turning all their appliances on and off randomly. Guys, listen up. National Grid are going to shut down Midlands and the North, OK? That's going straight away. Lights on! Lights on! Lights on! TV on. Time is this is not being considered a national emergency. As soon as we receive any confirmation, we will, of course, declare it. این البته بدترین حالت ممکنه، ولی به هر حال ممکنه. اما در آینده پیش رو این سناریو چقدر ممکنه واقعیت پیدا کنه؟ خطر واقعا چقدره؟ اینو توجه بکنید که یک شبکه تمام این اندستری مختلف رو سپورت نخواهد کرد. مثلا توی انگلیس ما 4 نتورک اپریتر داریم، هر کدومشون شبکه خودشون دارن و ممکنه شبکه های بیشتر هم اتفاق بیفته، ممکنه یه شبکه توی کارخونه درست بشه. پس بنابراین اگر که این شبکه از کار بیفته برای یه روز یا چند ساعت اتفاق بیفته، یه قسمت از اندستری از کار میفته. ممکنه یه شهر باشه یا یه کارخونه باشه، اینا این تو غیر ممکنه که تمام کشور یه دفعه دیگه از کار بیفته، غیر ممکنه. ولی آیا ممکنه هواوی عمدن مشتریان خارجیش رو در معرض حمله سایبری چین قرار بده؟ دولت چین صراحتاً همه شرکت‌های چینی رو موظف کرده از قوانین کشوری که درش فعالیت می‌کنن پیروی کنند. دولت چین هرگز از هیچ شرکت چینی نخواسته و نخواهد خواست که حفره امنیتی ایجاد کنه. من با قاطعیت میگم که هواوی هرگز در تجهیزاتش حفره امنیتی نگذاشته و در آینده هم به هیچ وجه چنین کاری نخواهد کرد. اما تازه ترین گزارش مورد تایید ستاد ارتباطات دولت بریتانیا که ماه مارس منتشر شد میگه در تجهیزات هواوی حفره امنیتی هست، که البته میگن ضعف مهندسیه و نشانه تخلف عمدی حکومت چین نیست. من مهندسی امنیت مثل شرکت هواوی ندیدم. جوریه که انگار مال 20 سال پیشه. بسیار بسیار ضعیفه و مسائل امنیت سایبری ایجاد میکنه که باید در دراز مدت بهشون رسیدگی کنیم. ما مشخصاً در گزارشمون گفتیم که فکر نمی‌کنیم نقایصی که در گزارشمون اومده نشانه تخلف عمدی حکومت چین باشه. مهندسی ضعیف و عملکرد بد در طراحی نرم افزار انواع مختلف داره، از جمله استفاده از برنامه شرکت‌های دیگه که به خودی خود مشکل امنیتی ایجاد می‌کنه. دلیل این که خیلی وقتا نمیشه مطمئن بود توی یه نرم افزار چیه، چطور کار میکنه یا اجزاش چیه، اینه که این روزا خیلی از نرم افزارها از یه جای دیگه برداشته شده. باید وقتی تجهیزاتی میخری که روش نرم افزاری نصب شده، حتما اطمینان حاصل کنی که کسی که اون نرم افزار رو ساخته دقت لازم رو به خرج داده و 100% میدونه چی توی محصولشه و از امنیتش مطمئنه.
مشکل اینجاست که این نقاط ضعف از هر جا که وارد شبکه بشن، عمدن یا سهوًا به خاطر ضعف در مهندسی، کسانی میتونن ازشون برای حمله به شبکه استفاده کنند. مسئولان هواوی ایرادات امنیتی کارشون رو انکار نمی کنند. در پاسخ به سوال ما گفتند برنامه دقیق رسیدگی و رفع این نواقص رو اوایل تابستان اعلام می کنند. لازم نیست زمان زیادی در چین باشید که دستتون بیاد قدرت قطعاً در حال جابجا شدنه. تا چند دهه پیش شنجن یک روستا بود که اهالیش با ماهیگیری روزگار می گذروندند. الان ابر شهری با 13 میلیون نفر جمعیت و مرکز انقلاب فناوری چین، شنجن در زمانی کوتاه زیر و رو شده. شاید به این علت که دولت چین میتونه بدون نظرخواهی از مردم یا شرکت‌ها هر برنامه‌ای رو که میخواد پیاده کنه. در یک سال گذشته همه تاکسی‌ها و اتوبوس‌های این شهر عظیم برقی شدند. این تنها یک نتیجه تامل اختیار بودن دولت چینه. در حالی که در بریتانیا همچنان سر احداث خط آهن تندرو جدید بحثه، در چین هزاران کیلومتر خط آهن سری کشیدند که شنجن رو به شهرهای دیگه چین وصل میکنه. تردیدی نیست که چینی‌ها گام‌های بلندی در عرصه فناوری‌های جدید برداشتند. بعضیا میگن 10 سال دیگه از این که هواوی رو به بریتانیا راه دادیم پشیمون میشیم، ولی خب ممکنه که 10 سال دیگه بابت این مسئله افسوس بخوریم که چرا سوار موج نشدیم. به نظر میاد که باید اعتراف کنیم دور دور چینه. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما میتونید ببینید، بشینید bbcpersian.com/click. از طریق یوتیوب BBC فارسی میتونید تماشاش کنید. برنامه قبلی ما هم اونجا در دسترس هستند. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسه @persianclick. تا برنامه بعد و موضوعات اینو، بدرود و خدا نگهدار.